با سلام و درود بینندای عزیز رئیس جمهور روسیه در چین یک جمله تکتیکی یا راکنشی را به کار برد در حالی که کل قوت های روسی به طرف خارکوف روان هستند جنگ بسار شدید در همه محاضات پوتین میگه که ما فعلا به خارکوف کار نداریم یک آدم اپراتیفیز دیگه و در مجاورت اکادمی نظامی در سنت پترزبورگ یک انفجار صورت گرفته یه انکشافات تازه است و روسیه دوباره با کشورهای غربی و کل اردوگاه غربی هشدار داده که دست از مداخله بکشند. پوتین در سفر به چین میگه روسیه در فعلا برنامه برای تسلط بر خارکوف ندارد تا جنگا به خاطر چیست خب میگه برنامه بر تسلط بر شهر خارکوف نیست فقط عملیات نیروهای مسلح روسیه به خاطر ایجاد یک منطقه فاصل است یک حد فاصل اما منطقه حائل است تا اونا نتونن از قرارگاه خارکوف شهر بلگروده بزنن اما شهر خارکوف از بلگرود زیاد دور نیست اگر میخواین حد فاصل ایجاد شد حتما باید خارگوفه بگیرن تقریبا چل پنجاه کیلومتر فاصله داره چل پنجاه کیلومتر ای چیز نیست این مثلی که بین چهار کار و کابل باشه راکت های کلش میرسه خب پوتین گفت که حالا اینا میخوان که یک شکست استراتژیک که بر روسیه تحمیل بکنن امریکا و اروپا ی چیز در تاوانویشون نیست به این شکل میگه باز گفت که ما قدمی مردم در مذاکره شدیم توانایی رو اوکراین هم نیست توانایی حامیان اوکراین هم نیست مگه در سال 2022 ما مذاکره کردیم در استانبول که اینا. تا یک جای پیش رفتیم عقب نشینی هم کردیم روسیه مگر اگر بار دیگه فریب خورد فریب خورد اما اونا نقض پیمان کردن آمدن حمله کردن دوباره تلفات بسیار بار آمد و ما دوباره مجبور شدیم بخش اعظم از اون تا حال مناطق غیر که عقب نشینی کرده بودم دوباره پس بگیریم خب حال ما میفهمیم با چه کسی چطور معامله کنیم با چه کسی میتونیم معامله بکنیم و روی چه کسی تا چه اندازه اعتماد شود یعنی یعنی که درس گرفتیم میگه اونا حال فعلا مستقیما به مرکز شهر محله های مسکونی آتشباری میکنن ما ما الانی گفتیم که اگر این روان ادامه پیدا بکنه منظورش بلگرود بمباران بلگرود است و ما یک منطقه حائل امنیتی ایجاد میکنیم با تمام قدرت در رابطه عین مشغول جنگ است در این حال حمله به اودیسام گزارش شده یک ستون دود غلیز از جایی که چیز اصابت کرده بلند شده کانال های اوکراینی از پرواز موشک ها خبر دادن که جزیاتش شاید ساعت بعد بیه فرمانده نیروی ای زمینی سیرسکی دوباره وضاحت داده که وضعیت جنگ بسیار دشوار است ما زیر فشار هستیم روسیه منطقه رزمی فعال تقریبا 70 کیلومتر تو منطقه جنگ کلانتر کرده نیروهای اوکراین مجبور به استفاده از ذخایر اضافی است چرا او جبهه را کلان کرد و ما مجبور شدیم ذخایر اضافی تسلیحاتی که داشتیم برداریم به جاهایی که تازه منطقه جنگی شده با اونجا ارسال کنیم یعنی تلاش نیروی روسی سر چی بود سر من ناحیه مهم ولچانس بود که او گرفته شده و به دنبال از دسترسی به منطقه کلودز است و اونم فعلا در دست نیروهای روسیه است زلینسکی از انتقال زخایر نیروهای مسلح اوکراین به خارکوف از دیگه جاها او را دستور داده و گفته که وایدا از جهات دیگه هم خ... نیاین خارج میشن تا از خارکوف دفاع کنن تمام قدرت دیگه جا خالی کردن اون که ما از خارکوف دفاع میکنیم نشکم اون جای خالی شده اونجا روال اول بگیرن بله امی یک چیز هست در جنگ هایی که در تک جنگ های تکتیکی اینطور یک چیز دیده میشه این که که تمام نقطه های دیگر خالی کردن نقاط دیگه جنگی به دفاع مانده و این چیز امون چیز که روسیه میخواست خب پوتین که گفتیم روسیه برنامه به گرفتن خارکوف ندارم امریکات اساسی سخنان نزید در چین ای بود که عملیات روسی در خارکوف گناه خود اوکراینیا بود چرا؟ اینا مرتب منطقه مرزی را منطقه غیر نظامی را گلوله میکردن که اشاریشون به بلگرود است ما مجبور شدیم که اینا را به یک جنگ بزرگتر بکشانیم تا کارشان یک طرفه کنیم آره روسیه در حال کسب نتیجه در منطقه خارکوف است در بیانیه اصلی پوتین کم کم نیات زینا در مورد خارکوف که گفته بود ما خارکوف نمیگیریم حال تغییر میکنه در سخنرانی اصلی پوتین میگه که حالا ما آیستا منتظر نتیجه در جنگ خارکوف است یعنی خلاص اینا خارکوف اینا میگیرن بدون ازو آتشباری بر بلگرود خطر میشه خب حال میگن که ما اجازه نمیتیم که در موضوع حل بحران اوکراین به کس دیگی به ما اولتیماتوم بده یک قسم دندان میفشاره بالای حامیان اوکراین ما از مذاکرات صلح دست نبرداشتیم و مبنایش برای روند وجود داره که مو توافقات استانبول بود که قبلا اینا شکستان بود حالا ما میفهمیم چی بکنیم میفهم چی بکنیم یعنی که اول یک فتح میدانی را نصیب خود بسازیم نشریه فرانسوی لوموند از وضعیت فاجعوار سیستم موشک پرتاب چنگانه ای اوکراین که چندان چیزی هم نمانده خبر داده یکی از شب نظامیان اوکراینی در مصاحبه با نشریه لومون گفته که نسبت به حملات توبخانهی و که ما در مقایسه خود میکنیم با روسا توانایی از وا با ما یک بر دوازده است یعنی اونا یازده مرتبه دیگه نسبت به با ما بالا است خود اینا میگن که به دلیل سرفجوی میکنیم او دوازده فیر میکنه گلوله ما یکی به این ترتیب ما در موقع انفعال هستیم انفعال که این کلش عقب نشینی خواهد کرد حتی یک نظامی اوکراینی گفته که ما حد پنج موشک به روسا شلیک میکنیم اما او چل موشک شلیک میکنه و ای تاثیر روانی بر گروه پیاده نظام ما مندازه و و در حال روحی طرف مقابل هم بالا برده که ما یک تک میکنیم اونا چندین تا و اونا پیش آمده میرن یعنی نسبت آت... به سلام قدرت آتشی از اونا زیاد است که دوازده برابر ما کمتر از اونا شلیک میکنیم ام موشک ام آم هم موشک هم هم, چیزا خب یعنی میخواه بگوین که قحطی مهمات است انفجاری در نزدیکی اکادمی نظامی ارتباطات روسیه در شهر سن پترزبور رخ داده که یک در خیابان تیکورتسکی یک منطقه از که رخ داده تلفات جانی هم داره فعلا جزئیات کامل نامده تمام خدمات انتقالاتی یعنی خطروهای شفاخانه ها و آتش سوزی و آتش نشانی و چیزا و منطقه رفتن انفجار در نزدیکی یعنی امی اکادمی بودیونی ارتباطات بودیونی در خیابان تیکولیتسکی است که انوز روشن نیست اما تعداد قربانی ها برای فعلا هفت نفر کشته گزارش شده ای حمله اوکراین مکالمات مقامات اوکراینی در مورد دفاع موفق میگن که ما دفاع موفق یک جولیان روبکر نگار آلمانی است یک تحلیلگر است گفته اینا بخی احمقانه گپ میزنن مزخرف روسیه از ولچان ستیر شده به طرف شرق آمده به روستای تیخو و زایبینیو را گرفته هیچ حضوری از نیروهای اوکراین دوجه نیست خصوصا در شمال رودخانه ولچیا یعنی 20 کیلومتر در امتداد ختم ها یک چیزی نیست و اینا از چی گپ میزنن که ما مقاومت میکنیم فای فالی گپا نیست تلاش ها مگر برای صدسازی سیل تاجم روسیه در کجا جریان داره؟ در بروکسل اما دیگه مرکز ناتو تا پایان سال جاری چی میگه؟ آموزش شبه نظامیان اوکراینی در خاک اوکراین آغاز کنه این دیولت گزارش کرده خب دیولت این نقشه گزارش میکنه که نیروهای اوکراین در استفاده از تسلیحات با توجه به دانش لوجیستیکی و پزشکی مثلا اینا آموزش میبینن و همچنین بر برنامه ریزی دفاعی این گپ چرتو پرتیک ما شما رو در ارتش افغانستان و افغانستان که میگفتن میگفتن پانزه هزار اسکر امریکایی هست دوازه هزار ناتو به خاطر آموزش ارتش ملی افغانستان که اید گپی هم نبود چی آموزش؟ از شما که ارتش ملی خوب می جنگید آلی هم تو میگه والا ما قصد داریم بروکسل قصد داره تا تابستان شست هزار سرواز آموزش بده و در حال حاضر هم تدارکات در پولند و آلمان هم بعد در حال انجام است خب لوجستیک و هزینه بیرون میکنن و به نام آموزش اون کار میکنن نیویورک تایم هم گزارش کرده بود که ناتو در حال بررسی اعزام مربیان برای آموزش 150 هزار نفر است خب 150 هزار نفر هست؟ اونو از کجاست اون جایی که از جاده ها و کوچه ها کش کده میرن باز او رو مربی ناتو چی کار داره؟ مربی ناتو مگر از میدان جنگ و چیزی میدانه؟ عمل اکس های از استقامات نیروهای اوکراین در منطقه سومی در اینترنت شده که سومی هدف بعدی است جنگ در میدان و آموزش که اونا میگن بسیار با هم متفاوت است خطا مرتب عوض میشه خطای جنگی شکسته شده میره و بودانوف رئیس اداره اطلاعات، گفته که روسا حتما به طرف شهر سومی میان حالا اوکراین از امریکا چه میگه؟ خب میگه فورا مربیه ها رو بفرستین که یک و پینجه هزار نفر آموزش بدن نیویورک تایمز گزارش کرد که برای یک سد هزار نفر خب اینا ای آموزش ای درخواست کردن برای یکصد پنجاه هزار نفر آدم های مجبور ترسیده غیر نظامی که از چیز نمی شما از هر طرف شما چی فکر میکنید؟ این هم اگر کار است که یا میکنن؟ خب به خاطر از یک عملی تابستانی رو اینا مهار کنن دعوت کردن که مربیای ناتو بیار مربیای ناتو چی کاری چی قدر؟ به اصطلاح عوضکاری روان است تیم شکست خورده در اوکراین این کشور زیبا را به این حالت رسانده امریکا گفته شما چی میگین؟ پنتاگون گفته ما هیچ خبر نداریم از چی میگین؟ یک رنگ از ما مطالبه کرده میرین برنامه ریزی نکرده بینید خیلی گپ, گپ نو است ما از جواب دادن وزارت خارجی روسیه با مداخله در اوکراین بار دیگه مخالفت کرده و هشدار داده که با آتش بازی نکنید گفته یک بار دیگر میخواهیم صریحا به واشنگتن لندن بروکسل سایر پایتختهای غربی و همچنین کیف که تحت کنترل امینا هست هشدار بتیم که با آتش بازی نکنه اینمی این سریح کوتاه ایره کی گفت ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه بی که روسیه این تجاوزات به پاسخ نمیمونه باز یعنی مثل که گپای میگه نگ... نگوین که باز نگفتین دانشگاه اریزونا از ایجاد یک دوره جدید بر افسرهای اوکراینی سک ببینید چه, چه چی... کارهای عوضکاری رو شروع کردن دانشگاه اریزونا کارگاه آموزشی گذاشته بر افسران اوکراین که چی؟ سکتورهای دفاعی امنیتی پلیس در امور چی؟ خرابکاری که چطور عملات تروریستی انجام بدن، چطور عملات خرابکارانه انجام بدن و چطور جنگ ترکیبی او هم چی؟ در داخل دفتر در به صلاح نمایشگر کمپیوتر اینی آموزش های از ایناست حال واشنگتن فوت گزارش کرده که نیرای روسیه بیش از این چیزی که قبلا دست داده بودن در سال دو 2022 پیش از او آل مناطق بیشتری را دوباره از اوکراین پس گرفتند دمی ماهای اخیر از دایمی نیروهای اوکراین شروع به بروز بحران کردن مشکلات در اتصال ماهواره به وجود آمد با. استارلینکی که بر از اینا خدمات از ماهواره ای میداد در یک نقطه یک دم چی میشه قطع میشه نابینا میشه کل ارتش کل سامانه نظامی و جنگی و این بزرگترین مشکلشان بوده میگه ما نمیتونستیم که مثلا در یک که مثلا روسا از کجا میهن این حال خاطر از اینکه استرلینک ایتا مشکلات ایتو اختلال پیدا میشد استرلینک کمیونیست که از ایلان ماسک است برای از اینا خدمات هوایی میده جنرال فرنسایی برونو کلرمون یادم میگه که عمله روسیه در شمال منطقه خارکوف نه تنها برای اوکراین بلکه با تمامی کسایی که اونجا ناظری جنگ هستن غافل گیر کننده بود به خاطر از اینکه حتی اطلاعات امریکا هشدار نداده بود در رابطه چطور چرا مثلا او که از یک گپی که ناشد هشدار می قطع تحرکاتی که تانکا می و تیارات و و حرکت میکنه از طریق ماوره اونا ندیدن چرا هشدار ندادن این سوال است که با... یه جواب نداره. میگه ما باید حرکت نیروها رو میدیدیم پیش از پیش ای اتفاق به یک دلیل ساده اتفاق افتاد به خاطر اینکه کلش در منطقه بلگرود بود قوات روسیه پنجا هزار سرواز رو پیش کرد با جنگ او شهر روسیه در نزدیکی اوکراین پادگان روسیه است چطور یک اوشدار از طرف امریکا داده نشد؟ بسیار یک سوال مهم است نش که امریکایی ها بندوبستی پیش از این روزنامه گاردین هم نوشته بود که اطلاعات بریتانیا در مورد حمله احتمالی ها از شمال اما اینو خبر نبودن ناگهان غافلگیر شدن شما چه فکر میکنید انگلیس غافلگیر میشه چیزای باید در جریان باشه حالا نیروی اوکراین گزار شد که منطقه ولچانسک کا کاملا عقب نشینی کردند این عقب نشینی ادامه داره توپخانه روسیه مرتق. دستجات عقب رو از پشت سر کوبیده میره و این بود صورت حال بی ساعت اخیر که خدمت شما ارائه شد